فردی که از یک کشور بسیار ضعیف و جانسومی توانسته است در میان 10 آموزگار برتر جهان قرار بگیرد. عزیز الله رویش، استاد مکتب معرفت در افغانستان. او امروز به دبی آمد تا در جمع رقبایش در محفل فردا حضور داشته باشد. عزیز الله رویش، کسی که سالها قبل در پاکستان در عالم مهاجرت مکتب معرفت را بنا نهاد و اکنون در داخل کابل با آموزش جمع کثیری از دانش آموزان می‌پردازد. ما در آموزش خود تلاش کردیم از طریق وارد کردن نقش و حضور زن به شکل بسیار فعالش این نگاه فرهنگی رو متحول بسازیم، جامعه احساس بکند که در زندگی انسانیشان بین زن و مرد، بین دختر و پسر تفاوت وجود ندارد. در این حال تعداد از افغانها که در میدان هوایی دبی به استقبال آقای رویش رفته بودند میگویند کسانی که در میز داوری نشستند باید امتیاز بهترین آموزگار جهان را با آقای رویش بدهند. به خاطر اینکه استاد رویش در یک جامعه مبارزات خود شروع کردند که در اوجا امکانات اصلا وجود نداشته، اگر بودم به سطح بسیار پایین امکانات در افغانستان وجود داشته که استادای دیگه دنیا امکانات بسیار عصری و مدرن در اختیار در عرصه آموزش پرورش دارن. ویژگی دیگری که آقای رویش در زمان کارکردهش در بخش آموزش افغانستان با آن پرداخته است توجه جدی به تعلیم و تحصیل دختران می باشد. آقای رویش میگوید کسانی که در این جمع با وی رقابت می کنند حکایات زیادی دارند که می تواند برای وی الهام بخش باشد. در یک جامعه کار خود انجام دادیم که اولا از هیچ گونه حمایت ساختاری در جامعه برخوردار نبودیم و دوم که نمونه کار ما بیشتر نمونه یعنی تخصص فردی مهارت خاص معلمی نیست. نمونه کار ما بیشتر یک نمونه کار اجتماعی است، انگیزه دادن، امید دادن و احساس مسئولیت را برای ساختن یک جامعه بهتر در درون جامعه تزریق کردن و این چیزی بوده که فکر میکنم که در سایر همکاران ما زیاد برجسته نیست. اما در این حال یک تعداد از شهروندان افغان در دبی امیدوار بودند که مسئولان نمایندگی سیاسی افغانستان در دبی نیز به استقبال آقای رویش بپردازند و وی را همراهی نمایند. به گفته آنها هیچ یک از مسئولان کنسولگری افغانستان در دبی و سفارت این کشور در ابوظبی به این مسئله توجه نکردند. وکیل ساس صدای آمریکا دبی.